به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت محصلین محترم. امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. در سومین جلسه از تدریس مضمون حقوق وجایب دو در خدمت شما هستم. در جلسه قبلی در ارتباط با رکن مادی تقصیر و یا تعدی صحبت کردیم، اما در این جلسه رکن معنوی تقصیر رو که به نام ادراک یا قوه تمیز هست بیان میکنیم و علاوه بر اون دو عنصر ضروری جهت تحقق مسئولیت قهری که به نام ضرر و رابطه سببیت هست رو هم بیان میکنیم. همونطور که در جلسه قبلی گفتیم، برای تحقق تقصیر صرف وجود رکن مادی یا تعدی کافی نیست، بلکه همزمان باید ادراک یا قوه تمیز هم وجود داشته باشه. بنابراین اگر که کودک غیر ممیز یا مجنون یا شخصی که در حین مستی عملی را انجام میده مرتکب عملی بشه، به علت عدم موجودیت ادراک تقصیری متوجه اونها نیست. این نظر از طرف طرفداران نظریه تقصیر مطرح شده و از جانب نظریه خطر مورد انتقاد قرار گرفته. لازمه بدانیم که در ارتباط با مبنای مسئولیت مدنی دو نظریه مهم وجود داره. یکی نظریه خطره و دیگه نظریه تقصیره. نظریه تقصیر میگه زمان مسئولیت مدنی متوجه شخص میشه که تقصیری وجود داشته باشه و جهت وجود تقصیر هم وجود دو رکن مادی و معنوی لازمه. اما نظریه خطر میگه که مبنای مسئولیت مدنی خطریه که عمل شخص به وجود آورده. زمانی که شخص از عملی که انجام میده منفعتی رو میبره، بنابراین باید متعهد به خطراتی هم که به بار میاره باشه و لذا مبنای مسئولیت مدنی اون خطریه که عمل شخص به وجود آورده. خب همین تفاوتی که در مبنا وجود داره باعث اختلاف نظرهای زیادی هم شد. از جمله آنچه که ما در اینجا بیان کردیم و این بود که جهت تحقق تقصیر وجود رکن معنوی یا ادراک ضروریه. خب نظریه خطر گفتن که این غیر عادلانه‌ایه که ما رکن معنوی یا ادراک رو برای تحقق تقصیر لازم بدونیم. بنابراین اگر که عملی از جانب یک شخص مجنون مرتکب شد و ضرری رو به دیگری وارد کرد، بر مبنای همین نظر خب شخص مجنون بی بازخواست میمونه و در اینجا در حق شخص متضرر بی عدالتی شده. به همین علت نظریه تقصیر آمد یک تعدیل رو در نظر خود خوب وجود آورد، گفت شخص مجنون در اینجا خطا کرده، تقصیر رو مرتکب نشده. خطا هم داره یک رکنه و اون هم رکن مادیه. بنابراین در اساس همین خطایی که انجام داده میتونه که اون رو یا سرپرست اون رو مکلف به جبران خساره بکنه. خب این موضوعی بود که در ارتباط با رکن معنوی تقصیر بیان شد. و اما دومین عنصر از تحقق مسئولیت قهری بحث ضرره. ماده 776 قانون مدنی هم در ارتباط با ضرر، همونطور که در جلسه قبلی بیان کردیم، مطالبی رو گفته و اون این که جهت تحقق مسئولیت قهری وجود ضرر ضروریه. ضرر در لغت به معنی تاوان و زیان هستش و در اصطلاح فقهی و حقوقی آزار یا نقصان ناخوشایندی است که در یکی از ضروریات پنجگانه جان، دین، عقل، آبرو و مال حاصل میشه. البته عامل ضرر ممکنه که خود شخص باشه و یا غیر باشه. در ارتباط با تقسیم بندی ضرر، ضرر رو به مادی و معنوی تقسیم بندی میکنن. ضرر مادی عبارتند از اخلال در نفع مالی زیان دیده، اما ضرر معنوی اخلال در نفع غیر مالی زیان دیده هستش. در ارتباط با ضرر مادی میگن که باید دو شرط ضروریه که ما بگیم ضرر مادی به شخص رسیده. اول اینکه اخلالی در نفع مالی شخص به وجود آمده باشه و دوم اینکه این اخلال مسلم باشه، که در ادامه توضیح میدیم در ارتباط. اما نفع مالی شخص ممکنه که شامل حق باشه یا منفعت باشه.
اخلال به حق زیان دیده را اگه بخوایم توضیح بدیم، ببینید هر شخصی به عنوان مثال حق برخورداری از سلامت رو داره. بنابراین تجاوز به حیات شخص و زیان رساندن به او اخلال به حق زیان دیده محسوب میشه. و یا اینکه اگر ما به ملک شخصی تجاوز بکنیم، این در حقیقت اخلال به حق شخص و ضرر محسوب میشه. بنابراین اگه شخصی خانه شخص دیگه رو با آتش بکشه و یا تخریب بکنه، میتونه بگیم ضرر مادی رو در بر حق از او به وجود آمده. اما گاهی اوقات این ضرر به صورت طبعیه و در اثر متضرر شدن شخص دیگه به وجود میاد. مثلا وقتی که در اثر قتل شخصی رو به قتل میرسونه، خب حیات مقتول رو که گرفتیم یک نوع ضرری به حق از او وارد کردیم، اما به تبع از این ضرر فرزندان از او هم متضرر شدن، چون که اونها حق خب برخورداری از سرپرست رو دارن، حق نفقه رو دارن، و در اثر قتل شخص ما همه این ضررها رو به تبع از او به فرزندان از او وارد کردیم. گفتیم نوع دیگه ای از اخلال در منفعت مالی زیان دیده ای. با عنوان مثال در اثر صدمه ای که شخصی به یک کارگر وارد میکنه، پرداخت حقوقی مثل از کارگفتادگی از او به عهده کارفرما میشه و به این ترتیب منفعت مالی کارفرما دچار آسیب میشه. چنین اخلالی هم برای شخص ضرر محسوب میشه و ضرر به منفعته. بنابراین به صورت خلاصه گفتیم که نفع مالی ممکنه شامل حق باشه و یا منفعت باشه که مثال از او هم بیان کرد. دومی شرطی که در ارتباط با تحقق ضرر مادی وجود داشت، مسلم بودن اخلال هستش. در ارتباط با مسلم بودن ضرر گفته میشه که لازمه که ضرر بالفعل واقع شده باشه و یا وقوع از او حتمی باشه. مثلا خانه شخصی تخریب میشه، در این حالت ضرر به شکل بالفعل بر شخص وارد شده، و اما ممکنه که وقوع ضرر حتمی باشه. مثلا کارگری که در اثر ضرری که به او رسیده قدرت کار کردن را از دست میده، در این حالت نه تنها خسارت ناشی از عدم توان کار پرداخت میشه، بلکه ضرری هم متوجه او شده در آینده که در حقیقت در اثر کار نکردن از او نمیتونه نفقه خانواده خود رو پرداخت بکنه. بنابراین ضرری که در آینده هم به او میرسونه حتمی هسته. بنابراین در تعیین و ضرر و تعیین جبران خسارت، تمامی انواع این ضررهایی که به شخص رسیده باید مد نظر گرفته بشه. خب بنابراین مسلم بودن اخلال رو میگیم دو نوع هستش، یا ضرر بالفعل واقع شده باشه و یا اینکه وقوع اونها حتمی باشه. بالفعل واقع شدن ضرر مثلا اینکه خونه شخصی رو بگیریم تخریب بکنیم، اما اینکه ضرری ممکنه که به وجود بیاد و حتمی باشه که به وجود بیاد، مثالی که دادیم اگه کارگری دیگه توان کار کردن نداشته باشه در اثر ضرری که بهش رسیده، خب مسلماً او در آینده نمیتونه نفقه اولاد خود رو تامین بکنه، که همین ضرر در حقیقت به نوعی ضرر حتمی تلقی میشه که در محاسبه جبران خسارت باید حتما مد نظر گرفته بشه. البته خب تعیین این نوع خسارت همون به عهده قاضی و محکمه هست. اما نوع دیگه از ضرر که یاد کردیم ضرر معنویه. ضرر معنوی رو گفته میشه ضرری هستش که متوجه نفع غیر مالی شخص میشه. شروط لازم برای تحقق ضرر معنوی هم خب گفتیم که یکی مسلم بودن اون هست و یکی هم غیر احتمالی بودن اون، که در بحث ضرر مادی توضیح داره. اما سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا ضرر معنوی قابل جبرانه یا نه؟ ما در ضرر مادی دیدیم که عملا با چیزی روبرو هستیم که قابل محاسبه یه. مثلا اگه خونه شخصی خراب بشه میگیم خب این خونه 20 لک قیمتش، باید 20 لک جبران خساره بدیم.
آیا ضرر معنوی هم قابل جبران هست یا خیر؟ هرچند اثبات ضرر معنوی اصولا کار دشواریه، اما مطابق ماده 778 قانون مدنی ضرر معنوی قابل جبرانه، به شکلی که در این ماده بیان شده جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوی هم میشه. بنابراین مطابق قانون مدنی ما ضرر معنوی قابل جبرانه و البته میزان از او رو باید در محکمه مشخص بشه و قاضی تعیین بکنه. و اما نوع دیگه از ضرر که وجود داره به نام عدم و نفع یاد میشه، یا خسارت عدم و نفع عبارتند از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتیه که امکانش حاصل بشه. یک مثال بیان میکنم تا برای شما واضح بشه. فرض کنید شخصی قصد ساخت یک هتل رو داره، با یک شرکت قرارداد میکنه و در تاریخ معینی قرار میشه که این هتل به شخص تحویل داده بشه، اما شرکت با 3 ماه تاخیر این هتل تحویل میده. اگر که شرکت به قول خود خود عمل میکرد و 3 ماه زودتر این هتل تحویل میداد، مسلماً شخص میتونست با کرایه دادن اتاق‌ها و راه اندازی هتل یک نفعی رو به دست بیاره که با این 3 ماه تاخیر این منفعت از دست رفته. بنابراین میتونیم بگیم که همین منفعت از دست رفته نوعی عدم و نفع یا ضرر عدم و نفع است که به شخص رسیده. البته مثالی که مدادم در ارتباط مسئولیت قراردادی مطرح بود که در ارتباط مسئولیت قهری هم همچی شرایطی پیش میاد. و اما عدم و نفع از کدوم ماده قانونی قابل اثباته و آیا قابل جبران خسارت هست یا نه؟ ماده 734 قانون مدنی در ارتباط با عدم و نفع صحبت میکنه و در حقیقت اون رو قابل محاسبه میدونه در محاسبه ضرر. هرچند این ماده در ارتباط با مسئولیت قراردادی مطرح شده، اگه شما به ماده 734 رجوع بکنید میبینید که عدم و رفع رو در ارتباط با مسئولیت قراردادی مطرح کرده، اما با توجه به اینکه ممانعتی در قانون وجود نداره و حکمی مبنی بر رد این موضوع در مسئولیت قهری وجود نداره، میتونیم اون رو به مسئولیت قهری هم تسری بده. لذا عدم و نفع همونطور که گفتیم در حقیقت ممانعت از وجود پیدا کردن منفعت هستش و مطابق ماده 734 قانون مدنی ما قابل محاسبه است. و اما سومین عنصر از تحقق مسئولیت قهری بحث رابطه سببیت. همونطور که گفته شد علاوه بر تقصیر و ضرر باید بین تقصیر و ضرر رابطه سببیت هم وجود داشته باشه. لزوم وجود رابطه سببیت همونطور که گفته شد از ماده 776 قانون مدنی قابل برداشته. بنابراین اگر کسی به شخصی ضرری رو برسونه باید و تقصیری رو مرتکب بشه، باید بین تقصیری که شخص مرتکب شده و ضرری که وارد آمده به شخص رابطه سببیت وجود داشته باشه. با عنوان مثال اگه که به کسی زهر بدیم، اما قبل از اینکه زهر عمل بکنه یک شخص دیگه میاد این فرد رو با ضرب گلوله میکشه، در حقیقت قتل و مردن شخص در اثر زهر نبوده بلکه در اثر اصابت گلوله بوده و همین عامل باعث میشه که رابطه سببیت بین تقصیر و ضرری که وارد شده از بین بره و همین عامل در حقیقت باعث از بین رفتن مسئولیت قهری میشه. و اما در اینجا یک نکته وجود داره. گاهی اوقات شخص مرتکب تقصیر میشه، ضرری هم به وجود میایه، اما عواملی باعث میشه که این رابطه سببیت از بین بره. یکی از این عوامل قوه قاهره که ماده 783 قانون مدنی به اون اشاره کرد. قوه قاهره در حقیقت یک عامل خارجی هست که
باعث از بین رفتن رابطه سببیت میشه. دو شرط در ارتباط با قوه قاهره ضروریه. اول اینکه عملی که به وقوع میپیونده و حادثه‌ای که به وجود میاد قابل پیش بینی نباشه، و دوم اینکه اعتراض ناپذیر باشه. مثالی که از قوه قاهره معمولا گفته میشه و خیلی عام هست بحث سیل و زلزله. با عنوان مثال اگه در اثر سیل یا زلزله خانه کسی تخریب بشه، مثلا سیل میایه موتر میبره و این موتر مثلا با موتر همسایه اصابت میکنه و موتر همسایه رو تخریب میکنه، در اینجا ضرر به وجود آمده و رابطه سببیت هم هست، چرا که در اثر برخورد و اصابت این موتر به موتر دیگه باعث ایجاد ضرر شده. اما به علت این که قوه قاهره و سیل و زلزله به عنوان مثال باعث ایجاد ضرر شده، این رابطه سببیت از بین میره و همونطور که میدونیم قابل پیشبینی هم نبوده. سیل هیچ وقت قابل پیشبینی نیه برای یک شخص عادی، و یا اینکه احتراز ناپذیر هم نبوده، ما نمیتونستیم جلوی جریان سیل بگیریم. بنابراین در اثر تحقق این دو شرط رابطه سببیت از بین میره و باعث منتفی شدن مسئولیت قهری برای شخص میشه. جلسه امروز در همینجا با پایان میرسونه. امیدوارم که مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید.